دیاکو نخستین پادشاه ایران. دیاکو کسی بود که حکومت مادها را تأسیس کرد. نام او به شیوه های گوناگونی در منابع آمده است. برای مثال هرودوت نام او را به شکل دیوکس آورده است. معنای لغوی دیاکو سرزمین است. پژوهشگران از روی نوشته‌های هرودوت به این نتیجه رسیده‌اند که دیاکو اولین پادشاه ماد بوده و توانسته از فرمانبرداری آشوریان سر باز زند. او که نقشه ایجاد حکومت مستقل ماد را در ذهن داشت، توانست طی دوره بی‌نظمی‌های ماد برای خود اعتماد و رضایت فراهم کرده و به عنوان قاضی دست یابد. پس از آن افراد از مناطق گوناگونی برای قضاوت نزد او می آمدند. مدتی بعد دیاکو اعلام کرد که این شغل باعث ایجاد دردسر برای او شده و او به همین خاطر از انجام این کار امتناع ورزید. نتیجه آن شد که دزدی و ظلم و جور در ماد افزایش یافت و مردم تصمیم گرفتند او را به عنوان پادشاه برگزینند. دولت ماد یکی از ستیره آریایی فلات ایران در سال 1332 پیش از تاریخ خورشیدی بود. مردم ایران او را به پادشاهی برگزیدند. شاهنشاه دیاکو همدان یا حکمتانه را به پایتختی خود برگزید و در آن بر روی تپه‌ای 7 دژه تو در تو ساخت و هر یک را به رنگ ویژه‌ای درآورد. دیاکو 53 سال بر ایران فرمان روایی کرد. او توانست اتحادی تاریخی بین تیره‌های مختلف نژاد آریایی ایجاد نماید. دیاکو قاضی یک روستا بود که به خاطر دادگریش در سال 701 پیش از میلاد از سوی 7 طایفه ماد به عنوان رهبر برگزیده شد و توانست این 7 طایفه قوم ماد را با هم متحد کند. او بعد از 7 سال رهبری در میان این 7 طایفه از سوی مادها به عنوان پادشاه برگزیده شد و تا سال 656 پیش از میلاد مسیح بر همه طایفه های ماد فرمان روایی کرد. دیاکو کاخی 7 طبقه و تو در تو ساخت که هر طبقه با رنگی دیگر تزئین شده بود و در پیرامون آن شهر حکمتانه یا همدان را به عنوان پایتخت خود بنیاد کرد. او 53 سال پادشاهی کرد. به پادشاهی رسیدن دیاکو. پیداست که هرودوت نیز پیش از دیاکو کسی را نمی شناخته و او را با داستانی که نمی تواند جدی باشد نخستین پادشاه مادها معرفی کرده است. در زمانی که مردم ماد به طور پراکنده در روستاهای گوناگون به سر می بردند، در یکی از این روستاهای ماد مرد دانایی بود به نام دیاکو فرزند فرارد که به درستی رأی و انصاف در قضاوت در روستای خود شهرت داشت. سرانجام کار او چنان بالا گرفت که مردم روستاهای دیگر نیز به هنگام نیاز تنها رأی او را می پذیرفتند. دیاکو با استفاده از این موقعیت با این بهانه که به سبب کثرت مراجعه با کمبود وقت روبرو است از قضاوت درباره گرفتاری‌های روستاهای دیگر سر باز زد. در نتیجه مردم سرزمین ماد بر آن شدند تا با برگزیدن او به پادشاهی خود مشکل دادرسی در سرزمین خود را حل کنند. دیاکو پادشاهی را پذیرفت و از مردم ماد خواست تا دژی شایسته پادشاهی برای او بسازند و نیزه‌داران از جایگاه او پاسداری کنند و خود مردم هم به سوی دژ کوچ کنند. چون این شد که شهری برای همه یا حکمتانه به معنای محل تجمع ساخته شد و به پایتختی ماد درآمد. دوران حکومت دیاکو. چنان که خاصیت زمامداری است، دیاکو پس از رسیدن به قدرت به کلی تغییر رفتار داد. به گفته هرودوت، او با تشریفات حکومتی سخت گیرانه‌ای خود را اندرون نشین کرد. دیگر کسی اجازه دیدن او در حضور او را نداشت و همه ارتباطهای او به کمک پیک انجام می گرفت. دیاکو علاوه بر گارد شخصی در سراسر سرزمین ماد، خبرچین‌های ویژه خود را داشت. او به تسلط بر میهن خود بسنده کرد و به فکر تجاوز به دیگران نیفتاد. اگر به گفته هرودوت اعتماد کنیم، دیاکو بایستی در جوانی به فرمان روایی رسیده باشد که 53 سال فرمان رانده است.
سرزمین ماد کجا بود؟ وسعت سرزمین ماد در آن دوران باستان از سمت شمال به رود ارس و رشته کوه البرز، از سمت شرق به دشت کویر و از غرب و جنوب به کوههای زاگرس کشیده شده بود. با استناد به متون آشوری، مادها از سده نهم تا هفتم پیش از میلاد مسیح پیشرفت زیادی کردند. جنگ دیاکو با آشوریان، اسیر شدن دیاکو. سارگون دوم شاه مقتدر آشور در سال 715 پیش از میلاد مسیح آگاهی یافت که دیاکو با رؤسای اول پادشاه سرزمین اورارتو متحد شده است. او دیاکو را برای چندین سال زیر نظر داشت تا اینکه در طی جنگ خود با مناییان که از هم نژادان مادیان بودند و در آذربایجان و جنوب دریاچه ارومیه زندگی می‌کردند، دوباره وارد ماد شد تا چنان که ادعا می‌کرد به شورش آن سرزمین پایان دهد. وی در آنجا موفق شد دیاکو را اسیر کند، ولی او برخلاف خوی حکومت‌های سامی نژاد جانش را به او بخشید و در کتیبه‌ای که به خط میخی آشوری نوشته شده می‌گوید دیاکو را به همراه قبیله‌اش به حمات تبعید کردم. دیاکو چندین سال در اسارت به سر برد و مادها به عنوان باجگزاران دولت آشور دچار تنگ دستی و از هم پاشیدگی بزرگی شدند و آشوریان دیاکو را به عنوان شخصی که همیشه فرمان بردار آشور باقی بماند و مالیات خیش را به طور منظم به دربار آشور پرداخت نماید و از سوی دیگر حتی از نظر تأمین کردن نیروی نظامی برای آشوریان در هنگام جنگ متحد شود، او را آزاد کردند تا به سرزمین ماد بازگردد و پس از آن بود که او به عنوان رهبر مسلم مادها برگزیده شد. موضوع دیگری که شاید جالب باشد این است که هرودوت در نوشته‌هایش سخنی درباره اسیر شدن دیاکو به میان نیاورده است و شاید این احتمال را میتوان داد که گزارش‌های هرودوت حماسه‌ای برای مادها بوده، چرا که مادها همیشه تلاش کردند که موضوع اسیر شدن دیاکو را پنهان نگه دارند. دیاکو در شاهنامه. بعضی از ایران شناسان دیاکو را با ویژگی‌هایی که مورخ یونانی هرودوت برای او توصیف می‌کند با هوشنگ شاهنامه یکی می‌دانند و لقب پیشدادی را با نخستین قانونگذار که همان دیاکوست یکی می‌دانند. مرگ دیاکو و جانشینان بعد از او. دیاکو بعد از 53 سال حکومت از 678 تا 625 قبل از میلاد درگذشت و پسر وی فرارتیش به حکومت رسید. تاریخ ماد به طور کلی در حالی از ابهام قرار دارد، چرا که انتقال یک باره قدرت از مادها به هخامنشیان باعث فراموشی تاریخ ماد شد و ما همانند دیگر شاهان به طور مثال از همسر دیاکو و یا آرامگاه دیاکو آگاهی نداریم. فرهاد پسر دیاکو و دومین پادشاه ایران بود و بین سالهای 665 قبل از میلاد تا 633 قبل از میلاد حکومت کرد. مانند پدرش فرهاد هم جنگ بر علیه آشوریان را آغاز کرد، اما متاسفانه شکست خورد. به دست آشور بنیپال افتاد و توسط او کشته شد. جانشین فرهاد کیاکسار نام داشت. او ارتش ماد را تجدید سازمان و نوسازی کرد و با نبوپلسر شاه بابل متحد شد. برای استوارسازی این اتحاد دختر کیاکسار به نام آمتیس به همسری پسر نبوپلسر یعنی بخت النصر دوم درآمد. آمتیس از زندگی در جلگه میان رودان دلگیر شد و برای کوههای بلند همدان و ایران دلتنگی بسیار کرد. از این رو بخت النصر دوم به عنوان هدیه برای همسرش دستور داد باغ‌های معلق بابل را بسازند تا بلندای دیوارهای آن برای آمتیس حکم کوه ساران را داشته باشند. کیاکسار در جوانی شکست پدرش فرهاد را در برابر آشوری‌ها دیده بود و از آن درس عبرت آموخته بود. او فهمید برای مقابله در برابر آشوریان میبایست نیروی نظامی مجهزی تشکیل دهد، زیرا سربازانی که رؤسای زمیندار جمع‌آوری میکنند هرگز از عهده سپاه منظم بر نمی آیند. از این رو بران شد که سپاهی رزمی مانند آشور بنا کند.
این نیرو مجهز به تیر و کمان و شمشیر و سوار نظام ماهر بود. کیاکسار با این نیروی نظامی به سوی نینوا حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. اما بعد از مدتی به او خبر رسید که سکاها به ایران هجوم آوردند. او دست از محاصره برداشت و به مقابله با آنان شتافت. کیاکسار در شمال دریاچه ارومیه نبردی سخت با آنان کرد و از آنها شکست خورد. سکاها 28 سال بر سرزمین ما تسلط یافتند و کیاکسار در این مدت مطیع آنها بود. سکاها شهر سقز را بنا کردند و آن شهر را پایتخت خود قرار دادند. با گذشت زمان کیاکسار تصمیم به بیرون راندن سکاها گرفت. او فرمانده سکاها و سردارانش را به یک مهمانی دعوت کرد و همه آنها را یک جا مسموم کرد. بعد لشکریان سکاها را از سرزمین ایران بیرون راند. چون از این جهت آسودگی خاطر فراهم شد، کیاکسار برای بار دوم تصمیم به نابودی آشوریان گرفت. او و نبوپلسر توانستند با همیاری امپراتوری آشور را در هم بشکنند و پایتخت آن یعنی نینوا را در 612 پیش از میلاد فتح کنند. ساراگوس چون در برابر ایرانیان و آشوریان تاب مقاومت نیاورد، خود و خانواده‌اش را در آتش سوزاند. سپس شهر نینوا با خاک یکسان شد و دنیا از جنایات دولت ستمگر آشور رهایی یافت. بعد از این پیروزی، ایرانیان، میان رودان، ارمنستان و بخشهایی از آسیای صغیر و بخش شرقی رود قزلیرماغ را ضمیمه امپراتوری خود کردند. در این شرایط، رود قزلیرماغ به عنوان مرز بین امپراتوری قدرتمند ایران و سرزمین لیدیه شد. جنگ معروف بین ایرانی ها و لیدی ها که با نام جنگ قزلیرماغ معروف است، در 28 ماه می 585 قبل از میلاد به دلیل کسوف ناگهانی پایان یافت. کیاکسار بعد از اینکه جنگ با پیروزی پسرش آستیاک به پایان رسید، از دنیا رفت. آستیاک مرزهای ایران را تا اروپا گسترش داد و او پدر بزرگ مادری کوروش هخامنشی بود.